با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا من رضا هوشمند هستم متخصص در امور مالی و مالیاتی با یکی دیگر از برنامه های گفتار هفته در خدمت همیهنان هستیم برنامه این, این ماهمون پرداختن به ضرورت بحث مالیات هست و اینکه چرا ما باید فرم های مالیاتی رو پر کنیم و چه اهمیتی داره پر کردن فرم های مالیاتی در زندگی ما در کانادا رؤوس یه سری از مطالبی رو الان من میگم ممکنه توی برنامه این ماهمون ما بتونیم یه قسمتی از این رو مطرح کنیم و قسمت های بعدی رو توی برنامه های ماه های بعد مطرح کنیم کرد منتها یکی از نکاتی که این روزا خیلی خیلی زیاد به وجود اومده و فکر بسیاری از همیهنان و بسیاری از مالیات دهندگان کانادایی رو به خودش مشغول کرده این استش که سایت اداره مالیات از حدود دو سال پیش حک شده بود و امسال هم از اوایل سال اگر خاطرتون باشه نخست وزیر کانادا جناب ترودو یه چیز دادن یه توجهی دادن و یه توصیه کردن که کانادا مورد حجوم هکرها قرار گرفته توی بسیاری از سیستم هاش سیستم مالیاتی کانادا هم از این قضیه مستثنا نبوده و الان هم میهنان شاهد این هستن که برای بسیاری از مردم من جمله خود بنده حتی بعضی ها تکست اومده بعضی ها ایمیل اومده و بعضی ها با تلفن بهشون مراجعه شده و حتی به دلیل اینکه اون سوابق هک شده است توی وبسایت اداره مالیات دقیقا شماره ها و حتی اعدادی رو که تا حدودی درست هست و بعضی وقتا هم به صورت فیک این رو ارائه میدن و به صورت ساختگی هست آدرس میدن جوری که طرف اعتمادش جلب بشه و برای من یه تکستی اومده بود که شما انقدر ریفاند دارید یه حساب بانکی بدید تا ما به حسابتون برسیم خیلی ساده میخواستن حساب بانکی رو از من بگیرن یا از خیلی از همیهنان این رو من خواستم توصیه بکنم و توجهی بدم به همه هم اداره مالیات توی کانادا به هیچ عنوان ابتدا به ساکن بدون هیچ بول معروف توجه قبلی بدون این اختار قبلی که از طریق نامه و میل برای منزل میاد هیچ کاری نخواهد کرد هیچ مراجعه تلفنی نخواهد داشت و هیچ گونه تماسی از طریق ایمیل و یا تکست و اینها نمیگیره تجربه 20 ساله من تو این زمینه شاهد این هست که حتی حسابرس های اداره مالیات هم معمولا از ارسال ایمیل و اینها اکیدا خودداری میکنن شاید مثلا یه از به معروف ابزارهای جدید مثل فلش مموری و اینها برای رد و بدل کردن اطلاعات بشه باشون استفاده کرد ولی حتی از ایمیل هم استفاده به ندرت میکنن بنابراین اگر چنانچه تلفنی به این شکل دیدید اگر چنانچه تکستی گرفتید ایمیلی گرفتید که اینجور چیزها رو بدون نوتیس قبلی داشت از شما درخواست میکرد اکیدا خودداری کنید تلفنشون رو به حالا حسابدار خودتون یا به اداره RCMP شماره تلفنی رو برای این قضیه اختصاص داده که پیگیری کنن چون اینا یه سری سازمان های معروف کریمینال هستن سازمان هایی که بسیار خیلی سازمان یافته دارن جرم و جنایت انجام میدن متا از طریق فضای مجازی و سوء استفاده از فضای مجازی به همین دلیل میشه اینو گزارش هم کرد و اگر چنانچه با شما تماس گرفتن خیلی خونسرد به اون شخص اگر از ام... که می... مدعیه که از طرف اداره مالیات تماس میگیره خیلی خونسرد بهشون بگید که اگر شما از طرف اداره مالیات هستید پس حتما تلفن منو دارید منزل منو دارید آدرسمو دارید برای من نامه بفرستید و من در خدمتون هستم از این طریق دعوتشون میکنید به اینکه همون روش معمول و معقولی که اداره مالیات در پیش گرفته رو با شما هم در پیش بگیره به همین دلیل جلوگیری جلوگیری از احتمال این قضیه تو کیسایی که بعضی از دوستان به این شکل برخورد کردن اون شخص دست و پاشو گم کرده و اعلام کرده که حتی ما پلیس میفرستیم در خونتون و یه جور چیزا برای که شما مالیاتتون رو نپرداختید از این حرفا اینا همش تماما ساختگیست و برای ترسوندن مردمه و برای گرفتن اطلاعات ات... کارت اعتباری شما حسابای بانکی شما و یا بعضی وقتا حتی فقط برای این تست هست که مطمئنشن شما مثلا آقای ایکس یا خانم ایگرگ در اون آدرس داره زندگی میکنه و آدرسش همونه تلفنش همینه و این داره یه جای دیگه دنیا بعضی وقتا حتی اون کردیت کارت شما یا خط اعتباری شما داره مثل چیز میشه جعل میشه و یه جاهایی رو استفاده میشه این اتفاق برای خیلی از دوستان و همیگانان افتاده من خواستم یه توجهی بدم برای اینکه این فصل جدید رو دوباره از ابتدا شروع کنیم من میخواستم راجع به بحث اینکه که چرا اصلا ما باید مالیات پر کنیم و چه اهمیتی داره مالیات پر کردن فرم‌های مالیاتی در زندگی افراد. شاید این بحث برای کسانی که یکم قدیمی‌تر هستن در کانادا یکم به نظر قدیمی باشه ولی از اونجایی که هم افراد جدیدتری به کانادا تشریف میارن و اونها نیاز دارن به اینکه این, این اطلاعات از پایه بدونن هم از اینجایی که بعضی وقتا خب اصل مطلب ممکنه حق مطلب ادا نشه و گفته نشه اینکه این بحث رو من تصمیم گرفتم از اینجا دوباره شروع کنم بعد به بحث این های اینکه چرا دارایی خارج از کشور نیاز هست که توی فرم مالیاتی گزارش بشه تو برنامه میپردازیم و بعد اثرات بحث مالیات در سایر قسمت های اعتباری شما و اینها سیستم های بانکی و اینهایی که مرتبط هست و و بحث های دیگه ای که هست در رابطه بحث مالیات ببینید دولت کانادا حدود 90 و خورده درصد درآمدش از محل مالیات کسب, کسب میشه یعنی اینجا چون بخش خصوصی است و سیستم سرمایه داری هست دولت کانادا مالک صنایع بزرگ مثل کشور خودمون یا مالک کارخانجات بزرگ و اینها نیست به همین دلیل محل درآمدش 90 و خورده درصدش از محل های مستقیم و غیر مستقیم هست و به همین دلیلی که در انتهای سال وقتی بودجه دولت تقدیم مجلس میشه به تناسب اون سیستم مالیاتی و ضرب مالیاتی تعریف میشه و به سمت و از طریق سافتورهای حساب مالیاتی و اینها اعمال میشه به فصل آینده مالیاتیتون برای همه همین هم توی کانادا هر شخص بالای 18 سال موظف هست که یه فرم مالیاتی مستقل پر کنه اگر زن و شوهر هستید زن مالیاتش جداست همسرشون شوهرشون مالیاتش جداست بچه های بالا 19 سال هم جدا هستن بچه های زیر 19 سال زیر 18 سال از اونجایی که به صورت تحت تکفل خانواده هستن ضرورت داره که توی فرمای مالیاتی بهشون قید بشه به دلیل اینکه امتیازات اجتماعی مثل چل بنفید مثل جی استی و مثل خیلی چیزای دیگه ای رو از این طریق خانواده میتونه کسب کنه ضرورت این بحث این هستش که شما هر جا که مراجعه میکنید شما فردا میخواید برید یه محلی رو اجاره کنید بلا فاصله از شما یکی از چیزهایی که خواهند خواست بحث فرم مالیاتیتون هست شما بخواید یه, یه ماشینی رو بخرید یا لیس کنید یا فایننس کنید فرم مالیاتیتون احتیاج هست اگر بخواید وام بانکی برای یه منزلی چیزی بگیرید منزلی رو بخرید فرم مالیاتی رو به عنوان رفرنس شما و به عنوان اینکه تایید کنه درآمد شما رو لازم هست که اونجا ارائه بشه برای برای تمام این چیزها لازمه برای ارائهش نکته دیگه یه که با ضرورت داره این استش که شما اگر حتی کانادا اومدید و دو سال از پنج سال رو میخواید پر کنید برای اینکه فقط پیارتون رو تمدید کنید یا سه سال از پنج سال رو با قوانین جدید دولت جدید میخواید پر کنید و فقط و فقط قصدت این هستش که مثلا پاسپورت کانادا رو بگیرید هم توی تمدید پی آر کارت و تجدید پی آر کارت و یا درخواست برای گرفتن پاسپورت و سیتیزنشیپی کانادا یکی از فرمایی که از شما خواهم خواست کپی جواب اداره مالیات به اسم نوتیس آف اسسمنت وقتی که شما مایتتون پر کردید و اون کپی برای شما ارسال شده. این به عنوان یکی از برگه هایی که یه مستندات قابل قبولی هست برای تایید تمدید پ کارت شما و برای گرفتن سیتیزنشیپ به شما پس، هر شخصی نیاز داره این رو پر کنه بسیاری از دوستان مراجعه میکنن به سری از همین سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های عامل منفعی که خب راهنمایی برای نیو کامرا اینا میکنه بسیار هم سازمان های خوبی هستن و خیلی هم توی آموزش دادن و آگاهی بیشتر شهروندان جدید کانادا بسیار موثرن اما از اونجایی که کارشون تخصصی تخصصی نیست یه بخشی از راهنمایی که بعضی وقت من مشاهده میکنم به بعضی از دوستان میکنن این است مثلا شخص میاد میگه که شما اساسا یه چند ماهی بیشتر نبودید توی کانادا یا اومدید لندینگ پیپراتون رو گرفتید لند کردید ولی به ضرورتی که یه بخشی از داراییاتون هنوز مونده بوده تو کشور خودتون یا به ضرورتی که یه بخشی از مسائل همچنان اونور باقی مونده بوده میخواید رفتید برگشتید و چند ماهی رو بیشتر اینجا نبودید پس من به احتیاج نداره مالیات پر کنید اما همین شخص وقتی میرسه به مقطعی که میخواد پیارش رو تمدید کنه باز بهش برمیارن میگن که از تاریخ لندینگت احتیاج هست که فرم مالیاتی تو پر کرده باشی و جواب مالیاتی رو بگیری بحث مالیاتی بسیار گسترده است و اثرات زیادی هم روی اخذ اعتبار بانکی و اینجور چیزا داره من به دلیل اینکه بحث طولانی نشه اینجا به همین میزان بسنده میکنم در خدمتون هستم برای بحث های آتی و اگر چنانچه سوالی مطلبی هست از طریق تلویزیون آریا و سایر دوستان در خدمتون هستم و که بتونیم تو باروری برنامه بیشتر کمک مؤثر و متقابل با بیرندگان عزیز داشته باشیم از توجهتون سپاس گذارم